دایره زندگی، برنامه از من دکتر سیما، دکترای روانشناسی بالینی، دکترای متافیزیک، هیپنوتراپیست بالینی، هر شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه یک شنبه ها 9 شب با شما عزیزان خواهم بود. به امید دیدار شما. هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمونو پای عاشقی دادیم، زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن. حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دوراهی، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دوراهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. سلام دوستان عزیز و خوب و مهربون در هر کجای دنیا که هستین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با انرژی مثبت و خوب روزها رو پشت سر هم بگذرونید. این بار در خدمت شما هستم دوباره، اما یه ذره تفاوت داره، چون اینجا الان لایو هم رو فیسبوک رفتم. برای اولین بار امتحان داریم میکنیم که ببینیم چطور میتونیم برنامه های تلویزیونیمونو، یعنی هر هفته که من برنامه دارم، چطوری لایو هم رو فیسبوک بیارم. به هر حال دوستان عزیزی هم از فیسبوک دارن نگاه میکنن و شما بینندگان عزیز، و موضوع امروز راجع به عشق هستش که اگه یادتون باشه بیننده های قدیم جلسه قبلمون خواستن که راجع به عشق بدونن و ببینیم که عشق چیه واقعا. بارها و بارها توی برنامه هم همیشه راجع به عشق صحبت کردیم که خیلی هاتون گفتین که عشق دیگه امروزا معنا نداره اصلا. خیلی هاتون چون اصلا مزه عشق رو نچشیده بودین نمیدونستین که واقعا عشق چیه، چی هستش. و بعضی ها هم اصلا دوست ندارن عاشق بشن. چرا نمیخوان عاشق بشن؟ برای اینکه میترسن دوباره
صدمه بخورن، دوباره شکست عشقی داشته باشن، یه جورایی هرت بشن و دوست ندارن که برن جلو. به هر حال عشقی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم همه جوره است. عشق جنس مخالفه، عشق میتونه به طبیعت باشه، به فرزند باشه، به حیوانات باشه، به هر چیزی که بهتون احساس خوب میده اونو بهش میگن عشق. هر چیزی که خوشحالتون میکنه از درون و باعث میشه که اونی که هستین خودتون باشین و براش تظاهر نکنید هیچ وقت، خودتون رو جور دیگه نشون ندید که کسی دیگه بخواد خوشش بیاد و فکر بکنید که عاشق هستین، یا اینکه سولمیتتون رو پیدا کردین، که من اون دفعه راجع به سولمیت صحبت کردم که همون نیمه گم شده است که میگیم، میگن چی هست واقعا نیمه گم شده آدم، که میبینین یه آدمایی رو توی راهتون، سر راهتون قرار میگیره، یه دفعه دست و پاتون میلرزه، قلبتون میزنه، فکر میکنه این سولمیتتونه، این همونیه که میخواین. نه، این همون نیست. سولمیت یه نشونه های به خصوص خودشو داره، اما این اماهای من که راجع بهش حرف میزنیم دنباله داره. عشق اون چیزی که شما دیگری رو، نفر بعدی رو، جنس مخالفتون رو، اگر باهاش دیت میکنین، اگر همسرتون هستش، با تمام وجودتون خوشحالیش رو بخواین، یعنی واقعا بخواین اون راحت و خوشحال باشه. عشق دو طرفه، عشقی که بدون قید و شرطه، unconditional love، عشقی که ازش نمیتونید توقع داشته باشید، توقعاتی که از عشق کسی داشته باشه اون عشق نمیشه. کنترل کردن که یکی از عواملی هستش که باعث میشه عشق، بین عشق سردی بیاره و حتی دعواها و اختلافاتی که براتون پیش میاد. وابستگی با عشق متفاوته. توجه داشته باشید دوستای عزیز، بعضی ها وابسته هستن به یک کسی، بعضی ها عادت کردن به یک کسی، فکر میکنن عاشقن، فکر میکنن واقعا عاشق شدن. وابستگی، عادت و عشق سه تا چیز متفاوت هستش و وقتی که راجع به عشق حرف میزنیم یعنی که منی که با تو هستم با تو دوست دارم همین طوری که هستیم با هم باشیم، راحت حرفمو همدیگر رو بفهمیم، درد دل بکنیم، خواسته های همو بدونیم چی هستش. هر چی که تو رو خوشحال میکنه منم خوشحال میکنه، هر چی تو بهتر بشی منم برات بهتر میشم. با هم یکی بودن، درک کردن همدیگه، کلام به کلام، احساسی، عاطفی، سکسی، همه جوره با همدیگه در یک قالب باشیم، یک روح در دو بدن، این رو بهش میگن عشق. وقتی تونستین که به راحتی با کسی که هستید صحبت بکنید، با کسی که هستید به راحتی بشینین پیشش، احساس نروس بودن نداشته باشین، هول نشین، عصبانی نشین، اینها رو همه میگن چی؟ اینا عشق واقعی هستش. اما وابستگی چیه؟ وابستگی اینه که تو باید بیای منو خوشحال کنی، تو باید عشقت رو به من بدی، تو اینجا هستی که من تو رو میخوام که من شاد بشم، تو باید عاشق من باشی. و اینا ارتباط پیدا میکنه همه به یه جور مسائل آدمهای کنترل کننده، آدمهایی که از درون خوشحال نیستن و به دنبال یکی میگردن تو زندگیشون که بیاد اینها رو خوشحال بکنه و فکر میکنن عاشق شدن و اگر یکی بیاد تو زندگیشون رو ازدواج کنن تمام مسائل مشکلاتشون حل میشه، که همچین چیزی وجود نداره. بعد همین سری آدمها برمیگردن توی زندگی، توی ازدواجشون دوچار اختلاف میشن همشون. تلفن‌های روی صفحه تلویزیون رو برای شما دوستان عزیزی که روی فیسبوک هستین داری نگاه میکنید اعلام میکنم، چون از اونجا نمیتونید تلویزیون رو ببینید. 818-70-80-300. و اما شما دوستان عزیز، بذاری من اینو تمومش بکنم فکر کنم. Okay. از اون طریق میتونید بیاید روی تلفن، چون از من میپرسن که شماره تلفن استودیو رو بدین. به هر حال
زمانی که دو نفر با هم دیگه داریم آشنا میشیم، زمانی که ارتباطی رو برقرار میکنیم، زمانی که همدیگه رو دیت میکنیم و بیرون میریم، یواش یواش میبینیم که احساسا به همدیگه میخوره، همدیگه رو میفهمیم، درک میکنیم همدیگه رو، بعد این رفته رفته احساس صمیمیت، احساس دوست داشتن و تبدیل میشه به عشق، به لاف، به بعد این عشق و لاف کشیده میشه به ازدواج. یادمه که چند وقت پیش در همین تلویزیون که داشتم صحبت میکردم راجع به عشق حرف میزدم، گفتن که هیچ چیزی دیگه الان عشقی الان وجود نداره، همه عشقا شده پولی و عشق پول رو حتی میتونین با پول عشقتون رو بخرین، که باز هم من مخالفم، چون الان میدونم که 80% دارن راجع به این صحبت میکنم، میگه الان عشق شده پول، الان با هر چی پول داشته باش تو میتونی بهترین عشق رو بخری، اونا بهترین عشق نیستن، اونا موقتی هستن، اونا یک ساعته و یک ماه و یک ساله هستن، برای خود شما نمیان، که برای پولتون دارن میان، اون عشق اون عشقی که برای وجود خود شما بیان، برای اونی که هستین، نه برای پول، نه برای مقام، نه برای تحصیلات، نه برای ماشین، نه برای خونه، نه برای اسم و شهرتتون بیان، عشق اونیه که واقعا برای وجود خود شما بیاد. وقتی که شما احساس کردین که در درون خودتون اون احساس پاکی، اون احساس خود بودن، خود خودتون هستین و اون شادی در درونتون هست، تو دلتون، اینجا به انگلیسی میگن باترفلای میشه، تو دلتون یه حالتهایی میشه، فکر بکنین بعد اون موقع عاشق شدین و این عشق میتونه ادامه پیدا بکنه در صورتی که نگرش دارین، در صورتی که بهش برسین. عشقی که شما وارد ازدواج میشین، دو نفر که همدیگر رو دوست دارین و به ازدواج کشیده میشه و میخواین ازدواج بکنین، اگر به این عشق نرسین، این عشق پژمرده میشه، این عشق سردی توش میاد، درست مثل یه گلدون گل رزیه که میبینین، این گل رز خیلی قشنگه، بوی قشنگی داره، هم زیباست و هم قشنگی میده به خونه، به هر جایی، اما اگر بهش آب ندین و بهش نرسین، مواظب نباشین، پژمرده میشه. درست عشق هم همین حالت رو داره، به خصوص عشقهایی که توی ازدواج هست، به خصوص بین زن و شوهرها، زن و شوهرهایی که حتی سالهاست ازدواج کردن با هم دیگه و یواش یواش میبینن که میگن خب ما دیگه شدیم مثل خواهر و برادر، ما اصلا همدیگه رو بوس نمی کنیم دیگه، سالهاست که ما همدیگه رو بوس نکردیم، بوس لبی لب تو لب، آقا میاد یه صورت رو یه بوس میکنه و میره، خانم هم خب دیگه، حالا اون بگذاریم از ماجراهای خواسته های زن و مرد که چی هست توی ازدواج، ولی اگر همین عشق یواش یواش سرد بشه، موجب اختلاف میشه، موجب خیانت میشه، حتی موجب جدایی هم خواهد شد. عشق رو باید در هر صورتی، در هر موقعیتی توی زندگیتون که هستین نگرش دارین، اون عشقی که میتونه به شما قدرت بده زندگی که الان دارین، اگر با مشکلات روبرو هستین ولی با عشق دوتاییتون میتونین زندگی رو بسازین و بیاین بالاتر. اگر مریضی وجود داره، اون عشقی که به شما امید میده تا زودتر بهبودی پیدا بکنید، تا زودتر خوب بشید، به امید عشقتون زود خوب میشید، اون عشقی که میگیرین حال شما رو خوب میکنه. و اگه یادتون باشه من همیشه گفتم هیچ داروی بالاتر از داروی عشق و محبت نیست. این وقتی وارد رگهای بدن که بشه، این عشق وارد جریان خون که بشه، محبت که بشه، مطمئن باشید هر بیماری رو دوا میکنه، هر کسی رو دوا میکنه. ولی اگر کسانی هستید که همین جوری دارید زندگی میکنید، زندگی اجباریه، زندگی با آبروه، دارید همینطوری میگذرونید روزاتون و عشقی وجود نداره، اون زندگی یا اون شادی که در درون باید داشته باشید و هرگز ندارید. با عشق زندگی کردن بهترین هدیه‌ای که شما میتونید داشته باشید. معنای عشق رو باید بفهمید اول، بدونید که عشق چطور باید بدین و چطور عشق رو بگیرید. عشق خریدنی نیست، عشق رو نمیتونید هیچ کجایی همینطوری بریم بگیریم پیداش کنیم، عشق رو باید در وجودتون حسش بکنید، باید رشدش بدین.
خیلی ها هستن که در زمان کودکی توی خانواده هاشون اصلا عشق نگرفتن، اصلا معنی عشق رو نمیدونن چیه، محبت رو نمیدونن چیه، توی خانواده پدر و مادر حتی ندیدن که پدر و مادر بگن دوست دارم یا I love you بگن، یه دست کردن همدیگه بذارن، با همدیگه شوخی بکنن، عشق بدن، حتی عشق پدر و مادر به فرزندان دیده نشده، تو خیلی از خانواده ها نبوده، ندیدن. و وقتی اینها رشد میکنن، بزرگ میشن، میخوان برن یه دیت بکنن، میخوان ازدواج بکنن، نمیدونن که عشق رو باید چطور بدن و معنی عشق چی هستش. اینجاست که بعد آدم اشکال پیدا میکنه و خانم ها میان میگن تا حالا نشده این شوهر من به من یه I love you بگه، تا حالا نشده بگه دوست دارم. یا برعکس آقایون هم میان همچین حرفی رو میزنن، میگن خانم من یه فکر میکنه که مثلا توی خونه فقط باید بچه داری و آشپزی بکنه، ولی من عشق رو میخوام. اینها مسائلیه که در گذشته به وجود اومده، توی تربیت خانوادگی، توی محیطهایی که بزرگ شدن و نگرفتن، عشق رو نگرفتن، نمیدونن یعنی چی. اما هیچ وقت برای عاشق شدن و عشق دادن و گرفتن دیر نیست. در هر زمانی، هر سنی شما میتونید این رو داشته باشین. چرا؟ به خاطر اینکه عشق نه رنگ پوست میشناسه، نه مذهب، نه سن و سال، نه جنسیت. این عشق وقتی تو خود وجودتون حسش میکنید، در هر زمانی میتونه به وجود بیاد. حتی نوزادی که تازه به دنیا میاد، بلافاصله اون عشق مادر رو حس میکنه. ممکنه شما یه حیوانی داشته باشین، یه سگ، یه گربه، یه توتی، هر چی که داشته باشین، عاشقش باشین. معنی عشق رو میفهمین اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه هر بار میبینینش بهتون احساس خوب میده. وقتی حس کردین با کسی که نشستید دارید صحبت میکنید، با کسی که دارید رفت آمد میکنید، احساس خوب بهتون دست میده، با اونی که باید ادامه بدید، بدون توقع، بدون کنترل کردن، عشق بدون قید و شرط، هم بدین هم بگیرین. عشقایی که توی خانواده ها متاسفانه اوایل ازدواج همجوری با شور و شوق میریم ازدواج که میکنن، دیت که میکنن، عاشقن، یعنی صبرشون نیست تا به عشقشون برسن، میخوان هر چه زودتر ازدواج بکنن. من اینو میخوام، این مال منه، این من مثل این دیگه پیدا نمیکنم، این بهترینه برای من. به خصوص در زمانی که جوانتر هستید، در زمان سنهای پایینتر که اینها عشق نیست، اینها هوسه. همش سنهای 20 سالگی، 21، 22، اینا تجربه هاست، اینا تجربه های احساسی که شما میکنید، عشق واقعی نمیتونه باشه. و هر کسی توی هر زمان سنی خودش، از سن میتونم بگم 15-16 سالگی، اون کراش یا اون عشق یا اون احساس رو نسبت به یکی حتما کم و بیش داشتن، به جنس مخالفشون. اما باز هم میگم نباید اشتباه بگیرین با عشق واقعی. عشق واقعی هم قلب میخواد، هم منطق میخواد، هر دو رو باید به هم به کار ببرید. عشق کورکورانه بد باعث بدبختی میشه. عشقی که فکر میکنید هوس هست ولی فکر میکنید عشق، اونم باعث بدبختی میشه. عشقهایی که دوران نوجوانی دارین و فکر میکنید همین یک نفر تو این دنیاست و مثل این دیگه پیدا نمیشه، با این تا آخر عمر میتونید زندگی بکنید، اونم اشتباهه. تجربه و این مراحل زندگی، شکست های عشقی که میخورین شما، که میدونم خیلی ها میان، خیلی از دختر خانم ها به خصوص میان پیش من گریه میکنن و سالها با یه نفر بودن بعد به هم میخوره، به خاطر مسائل های مختلف که الان اینجا جاش نیستش که من بگم. اما منظور اینه که وقتی که کسی عاشق میشه، عشقی که به وجود میاد، باید نگرش داشت، باید اون عشق رو بهش رسید. زن و شوهرهای عزیز حتی بعد از یکی دو سال یواش یواش می‌بینی عشقه میره پایین. همونایی که شور و شوق داشتن و عاشق بودن و لب تو لب هم می‌ذاشتن، می‌بینیم بعد از 10 سال و 15 سال دیگه همچین خبرهایی نیست و پر باید برگردن به زمانی که دوران نامزدیشون بود. اینها رو باید دوباره چیکار بکنیم؟ ریسیت بکنیم، دوباره
تازش بکنیم. همه چیز، هر چیزی رو شما میتونید دوباره جدیدش بیارین، همه چیز رو میتونید دوباره زندهش بکنید. نذارین اینها در زندگیتون حالت افسردگی و مردگی پیدا بکنه. کسی که میاد از سر کار میاد خونه، توی خونش چه کار چی دوست داره؟ دوست داره اون عشق رو تو خونه بگیره. چه زن چه مرد وقتی از بیرون میان همسرشون رو میبینن برای چی میان؟ میخوان عاشق باشن، میخوان خوشحالی رو با هم دیگه شیر بکنن، حداقل یک بوسه، یک خسته نباشی، یک چایی با هم دیگه خوردن، درد دل با هم کردن، صحبت کردن، بیرون رفتن. اینا میتونه خیلی چیزها رو در خانواده شما، در ازدواج شما زنده نگه داره. و اما عشقایی که به قول معروف سر هوس هستش و همونطور که گفتم کورکورانه میریم جلو و عاشق میشیم و نمیدونیم و بعد به اختلاف برمیخوره، جایی میرسه که همون دو نفری که عاشق بودن تبدیل میشه به تنفر، تبدیل میشه به هیت و از همدیگه فاصله میگیرن و نمیخوان روی همدیگه رو نگاه کنن، مرتب با همدیگه پرخاشگری میکنن، به خاطر اینکه قبل از اینکه بخوان وارد ازدواج بشن نصف دیتایی که اینا میکردن تظاهر بوده، خودشون نبودن. وقتی شما دارین با یکی بیرون میرین دیت میکنید، سعی کنید خودتون باشین، سعی نکنید کاری بکنید، تظاهر بکنید که اون خوشش بیاد از شما، که بخواید چیزی که اون میخواد رو بهش بدین. اون عشق نمیتونه باشه، اون یک رابطه ازدواج سالم نمیتونه باشه هیچ وقت. خیلی ها فکر میکنن اگر که با هم دارن الان ازدواج میکنن، دیت میکنن، دارم اینجا میگم دیت میکنید شماها، بیرون میرید با هم دیگه، بعد میگید که یه جورایی به خودتون تظاهر میکنید، میگه خب خیلی خب بذارینم بگذره، به ازدواج کشیده بشه، بعد هر موقع هر کاری خواستم میکنم همونجا. همه هر کاری خواستم میکنم، همین طرز فکری که شماها دارین که فکر میکنید اگه تظاهر بزنید بکنین یا شخص رو دارین گول میزنین، اینا خودتون رو دارین گول میزنین، خودتون رو دارین به یک بدبختی میکشونین. بله بله بفرمایید عزیزم. الو جانم. سلام خانم سیمای عزیز. سلام، سلام به شما، بفرمایید. حال شما، قربان شما. خانم سیما، نمیدونم که چون الان تلویزیون رو باز کردم دیدم درباره عشق صحبت میفرمایید، گفتم به حساب خط میگیرین که درباره عشق کسی نظرشو بده؟ بفرمایید نظرتونو بدین. بله بله، عرضم به حضورتون که کلمه عشق عین و شین و قاف هست علاقه شدید قلبی. فقط عشق بین دو انسان نیست، عشق به منزله یک اصل زنده و پویا در زندگی است. عشق انجام کاری مفید برای دیگران است. عشق برگزیدنی است. عشق تصمیمی نشأت گرفته از قلب است. برای عشق ورزیدن باید ما قبل از هر چیز شادمانی رو در درون خودمون بیابیم. بله. اگر ما تا زمانی که احساس شادمانی نداشته باشیم دوست داشتنی نخواهیم بود. اگر شاد زیستن را آموختیم میتوانیم دریچه‌های قلب خودمون رو به روی عشق و محبت بگشاییم و با آوردن شادی به زندگی خود و دیگران قادر به عشق ورزیدن و محبت دیدن خواهیم بود. همه آدم ها دوست داشتنی هستن. تنها چیزی که ما باید بیاموزیم کشف این ویژگی در آنهاست. همه انسان ها قادر به عشق ورزیدن هستن. در حال عاشقی اوج سفر و قله هاست، هر که عاشق نیست از دنیا جداست. واقعا واقعا هم همینطوره. مرسی. من همیشه میگم کسی که با عشق زندگی نکرده واقعا زندگی نکرده. بله. یعنی عشق باید باشه حتما. حالا اگر عشق مخالف ندارین، عشقتون رو باید یه جوری احساستون رو بروز بدین، باید این احساس عشق داشتن رو، حالا میتونید به حیوانتون باشه، میتونه به درختان باشه، به گل باشه، به هر چیزی که میخواد باشه، اما بهترین احساس همون عشقه. بله. عشق اگر روزی سراغت را نگیرم همون روزیست که می باید بمیرم. ممنون ازتون. قربان شما. تشکر.
دوستان عاشق بشید، با عشق زندگی بکنید، چون هیچ چیزی و من فکر میکنم که یک عشق یه چیز خیلی مقدسیه. شاید خیلی از شماها فکر بکنید که کتاب‌های دینی مقدسه، ولی از نظر من عشق مقدسه. عشق، انسانیت، مهربانی، خوبی کردن، اینا رده بالاتر از همه این کتاب‌های که فکر می‌کنید اونها مقدس است، بوسش می‌کنین و می‌ذارین کنار هستش. شما به جای اینکه اون کتاب رو بوس کنین، اونی که دوستش دارین رو بوس کنید. اونی که بهش می‌تونید محبت بدید. اونی که عشق رو می‌فهمه، وقتی عشق رو بدید، عشق رو می‌گیرید. این دریچه قلبتون رو یه ذره بازش بکنید. بعضی‌ها تو زندگیشون اصلا نمی‌دونن چطور ابراز احساسات بکنن. بعضی‌ها بستن، گرفتن و هرگز نمیتونن کلمه دوست دارم رو به زبون بیارن، هیچ وقت نمیتونن باز کنن اون قلبشون رو و همیشه خودشون هم میگیرن. هیچ اشکالی نداره که آدم بتونه این قلب رو یه ذره بازش بکنه و عشقتون رو بدین بیرون. باورتون بمیشه که اگر شما همچین کاری بکنید چقدر از درون سبک میشین، چقدر مسائل و گرفتاری هاتون که توی این خوب وجودتون نگر داشتین، مشکلات زندگیتون بوده، همسر بوده، بچه ها بوده، پدر مادر بوده، هر کاری، هر مسائلی که بوده، وقتی در وجودتون نگه دارین اینها رو، اینا باعث میشه که شما نتونید قلبتون رو باز کنید، باعث میشه که نتونید خودتون رو از درون راحت بکنید، بدید بیرون و عشق رو جلوشو میبندید. شما جلوی عشق رو میگیرید. وقتی قلب رو باز بکنین، بذارید راه‌ها هم براتون باز بشه. بذارید عشق بیاد به طرفتون و عشق رو بگین. از عشق نترسین. درسته که شکست خوردین چندی بار تو زندگی، ولی خب آدم تو خیلی چیزا تو زندگی شکست میخوره. دلیل بر این نمیشه که بخواد دنبالش نره و بهش نرسه. هزاران هزار آدم ها هستن که هدف ها تو زندگیشون داشتن، شکست خوردن، ولی دوباره برن شدن، رفتن به دنبالش. و عشق هم میتونه همین باشه. اما یادتون باشه دوباره که دنبال عشقای الکی نرین، فقط که گول بخورین و آدم هایی که واقعا صلاحیت ندارن به طور اونها بخورین. چون یه عده آدم ها هستن که به هیچ عنوان صلاحیت این رو ندارن که عشق رو بگیرن اصلا، چون معنیش رو نمیدونن، مفهومش رو نمیدونن، درک نمیتونن بکنن، تو وجودشون نیست اصلا و اینها رو باید بذارین کنار. اینا جزو آدمهایی هستن که منفی هستن براتون توی زندگی، با انرژی منفی میان. با اون عشقی هم که شما دارین، عشق سالمی هم که دارین، با خلوص نیت دارین عشقتون رو بهش میدین، بعد همونجا ضربه میخورین، ضربه رو بهتون میزنن اونجا. انتخاب درست خیلی مهمه. تو زندگیتون کی رو انتخاب میکنید برای اینکه باهاش همدرد باشین، برای آدم خیلی مهمه. چون وقتی آدم کسی رو که انتخاب میکنه، چه به عنوان دوست باشه، چه به عنوان دوست دختر و دوست پسر، چه به عنوان زن و شوهر، چه به عنوان بیزینس حتی میخواین باهاش بکنین، وقتی با یکی که هستین اگر منفی باشه رو شما هم تأثیر میذاره. اگر میبینید که آدم واقعا با انرژی های بده و همیشه منفی گراست و براتون یه چیزهایی رو بلاک میکنه، اونها رو بذارین کنار. مجبور نیستید که با اینها باشین، چون اومدن هر کسی توی زندگی، وارد شدن هر کسی در زندگی شما، قدم گذاشتن هر کسی در زندگی شما معنی به خصوصی داره. همینطوری نیستش و میتونید شما یاد بگیرید حتی از اون شخص و میتونید خوبی ها رو یاد بگیرید، بدی ها رو هم میتونید یاد بگیرید. پس سعی بکنید کسی که انتخاب میکنید کسی باشه که بهتون احساس خوب بده، انرژی خوب داشته باشه، شادتون بکنه، بتونید راحت باهاش حرف بزنید. جلوی خودتون رو مرتب نگیرید که بگین وای من الان یه چیزی بگم این ناراحت میشه، وای بعد اونطوری باهاش رفتار بکنم تا خوشش بیاد. این عشق نیستش. مسیمان علی جانم بفرمایید. عزیزم سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ سلام، ممنونم، مرسی، بفرمایید. خیلی از برنامه‌تون لذت میبرم، خیلی معلوماتمون رو میبرید بالا. ممنونم، مرسی، بفرمایید. عزیزم همیشه برنامه‌تون گوش میدم و ازش چیز یاد میگیرم.
واجب عشق حرف میزنی. من عاشق شما هستم. ممنونم، مرسی. منم شما رو دوست دارم، منم عاشق شما. خیلی دلم خیلی گرفته ولی خواستم با شما حرف بزنم. آخه چی شده؟ چرا دلتون گرفته؟ پدرم تو بیمارستانه، ناراحتم یه قده. خب همه با هم دیگه دعا میکنیم که انشالله خداوند به پدر شما هم سلامتی بده. خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. خواهش از عشقتون ممنونم، تو عشق دادی به من. خواهش میکنم، ممنونم، مرسی. همیشه زنده باشی، سالم سلامت باشین، شما هم به همچنین، مرسی. خیلی خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، برای پدر این خانومی که در بیمارستان هستن اگر میتونید دعا بکنید، انشالله خدا بهشون سلامتی بده. همونجور که گفتم این عشق میتونه ما بین خیلی ها باشه، عشق بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، عشق بین زن و شوهر، جنس مخالف، بین طبیعت و انسان، بین حیوانات و انسان. منم یه سگ دارم که عاشق سگم هستم. الو بفرمایید. الو رو خط هستین عزیزم؟ سلام. سلام خانم دکتر عزیز. سلام. سلام، صدای تلویزیونتون رو کم کنین بعدن صحبت بکنین چون دیر پخش میشه. عزیز جان، برای کسایی که عشق رو میگیرن و مسئول نیستن، نفرت با آدم برمیگردونن، آدم باید چه کلا عدی داشته باشه؟ تشکر میکنم، خدا خدا نگهد. خب سوال سریعی بود. کسانی که عشق رو میدیم به یه ادعایی هستن، همونجور برمیگرده به صحبت من که داشتم میگفتم، خیلی ها هستن که چندین سال دارن عشق میدن، حتی اون با تمام وجودشون دارن عشق میدن، عشق به همسر، به فرزند، به پدر و مادر، به خواهر و برادر، ولی بعد یه زمانی میرسن میبینن که ای خدایا، من این همه کار کردم، جونم هم گذاشتم، واقعا دوستشون دارم، عاشقشون هم هستم، اما برمیگردن به من برعکسشو نشون میدن. یکی اینی که اصلا نمیفهمن معنی عشق یعنی چی، متوجه نیستن. ببخشید تلفن از دستم افتاد. متوجه نیستن. یکی اینم که بهتره با اینجور افراد که وقتی که دارین صحبت میکنید باهاشون عشق میدین استاپ بکنید، چون معنی واقعا عشق رو نمیدونن چیه. لحظه صبر کنید، مثل اینکه این میفته پایین. خب وقتی میگم قدردانی نمیکنن یعنی نمیفهمن واقعا، مثل چطوری بهتون بگم، درک نمیکنن، نمیفهمن که شما دارین عشقتون رو بهشون میدین. اینجور افراد رو لازم نیست شما ادامه بدین براشون که عشق بدین، چون خودشون هم اینها نه تنها به شما عشق رو نمیدن بلکه به دیگری هم نمیتونن بدن، برای کسی دیگه هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون یاد نگرفتن، چون ندارن عشق تو وجودشون، چون حسش نکردن، چون نمیدونن معنی عشقی، دوست داشتن یعنی چی اصلا. خیلی از بچه ها هستن اینجا، حتی زمانی که بزرگ هم میشن اصلا نمیدونن عشق پدر و مادر یعنی چیه. پدر به بچهش بگه دوستت دارم، مادر بغل بکنه، اصلا نمیدونن چیه. اینا همه چیه؟ برمیگردن اینا بزرگتر که میشن، توی ازدواج که میرن، اینا هم نمیدونن به بچه هاشون عشق بدن، چون یاد نگرفتن. تقصیرم ندارن، چون توی خانواده و محیطی بزرگ شدن که بلد نیستن، به اون پدر مادر اونها هم یاد نداده شده. اما برای هر چیزی یاد گرفتنش دیر نیست. شما اگر نداشتین، شما اگر به یه سنی رسیدید که پدر مادراتون بهتون عشق رو ندادن، بغلتون نکردن تا حالا، بوستون نکردن، دوست داشتن رو بهتون نگفتن، شما الان یاد بگیرید که برای مرحله بعدی که میخواید ازدواج بکنید، میخواید من نمیدونم امروز، ببینید امروز تستی بوده ها، امروز امتحانی بوده، رفتیم رو فیسبوک، ولی خب حالا اینجوری شد. شماها بعد چه کار بکنید؟
به خودتون بیاین، عشق رو در درون خودتون پرورش بدین. شما به بچه هاتون بدین، شما به همسرتون بدین، یاد بگیرین. و وقتی که میگم عشق، عشق اونه که واقعا در درون آدم احساس شادی بکنه، احساس خوشحالی بکنه. وقتی میخواین با همسرتون رو ببینین، میخواین دیت رو برین، میخواین با یک کسی آشنا بشین، چه کار باید بکنین؟ با عشق و شور دنبال لباس میگردین، لباستون رو عوض بکنین، به خودتون میرسین و با حالتهای خیلی خوب، قشنگ دوست دارین که با امید برین سراغ عشقتون. آدمهایی که معنی عشق رو نمیفهمن، دوست داشتن رو نمیدونن چیه، بهشون ایراد نگیرید، نمیدونن. اگر هزار بار هم شما بگید چرا تو با اینجوری داری رفتار میکنی، نمیفهمن، اصلا نمیدونن. مثل اینکه یه آدمی که شما بهش بگید که برفض یه زبون دیگه حرف بزنه، برای اون شخص عشق یک زبون دیگه است، یک معنای دیگه داره که نمیره تو اینجا، هم نمیره تو کلش، هم نمیره. به خصوص وقتی که زمانی که سالهای سال هم ازدواج کردین، سالهای سال از سنتون گذشته و بالا رفتین، اصلا نمیتونی تغییر بدید این افراد رو، مگر اینکه خود آدم ها به خودشون بیان خب بگه که اورای من توی گذشتم سختی زیاد کشیدم، الان خانوادم رو خیلی اذیت کردم، تا اونجایی که تو زندگی بوده نه عشق بهشون دادم، نه باهاشون مهربون بودم، نه تونستم وقت صرف بکنم، بهتر نیستش که الان خودم رو عوض بکنم؟ آخه چه نتیجه ای از این؟ چه نتیجه ای از این که شما با اذیت کردن، با نامهربونی، با سخن سختی زندگی بکنید؟ دلیلش چیه؟ چرا نباید با همسرتون، با بچه‌تون خوش رفتاری بکنید؟ چرا نباید قشنگ حرف بزنید باهاشون؟ چرا نباید عشقتون رو بهش بدین؟ باور بکنید اگر این کارا رو بکنید، اون همسر و اون بچه‌تون چندین برابر به شما عشق میدن، چندین برابر به شما وقت میذارن. احساساتتون رو نبندید، این قلب‌ها رو بلاکش نکنید، با عشق زندگی بکنید و عشق بدین. خانمی برای من پیغام گذاشته بودن دفعه قبل که اگه میشه راجبه، یعنی که چرا خانواده های زن یا خانواده شوهر که میان خونه همدیگه، دو طرف اخم و تخ میکنن. منظور اینه که اگر یه زن و شوهری دارن زندگی میکنن با همدیگه، اگه خانواده همسر وارد، خانواده زن وارد خونه بشه، شوهر اخم و تخ میکنه، بدش میاد. اما اگر خانواده خودش بیاد، خوش اخلاق میشه. اینم یه سوالی هستش که دوست داریم راجبش صحبت بکنم و ببینیم که دلیلش چیه واقعا. الو بفرمایید عزیزم. الو. الو. یس، بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشی. ممنون. روزتون بخیر. اینجا ایران شبه. این شب روزون بخیر بباشی. مد یز تماس میگرم حالا بکنی یز چی کار کنم؟ چی؟ بفرمایی بکنی یز تماس میگرم. بله بله، از چیزی زرگی هستم. بله بفرمایی. خب صحبت عشق کردیم، ما مرد اول ازدواجیم نوچه نه من میدونستم نه خانوم، من یک ازدواج ناموفق داشتم از قبل. بله. بعد من از این جدا گذشتم و با هم زندگی میکنم، هم همسرم دوست میدارم، هم زن بچه هم یه دختر دارم، یه پسر، به عشق میبازم به اونا. ولی از طرف دیگر یک ظلمایی شده، خیانت ها شده. بعد ما بخاطر ازدواج مجدد بکنم با یه نفر از استان خراسان، برای متاسفانه در 12 سال با هم بودیم، رابطه ما از 7 سال با هم ارتباط تلفنی رسمات داشتیم، میرسم اونجا برای خورتیم، نه مخاطر خود شدم، من خودم شدم، ولی اون بیشتر مخاطر احساسی منم بازی کرده خانم.
ولی من محافظم بپرسم آقا این جلد عشق من اون همون فکرهای مستد داره عشق هم داشته آره من نمیدونم چرا اون ازدواج کرده بگو به خودش ازدواج کرده در مادرش مخالص بودن آره باباش مرده هیچی مدت از کلیم باباش اینجوری من در خلاصه سر تو چیمور گذاشتن من خلاصه من او رو مرا انتخاب کرده با پیامهای خودش رو برد خودش گفتیم من تو دوست دارم رفتم خوندش رو به همه کار کردم عشق به گناه عشق به جنه خیانت کردم بیش برای من شناخته آزار جامعه اصل جنگی هست اوکی شما صف کنید عزیزم من میخواستم بگم که چرا آقا خانواده از من چی دیدن که من ناراحتی دیدن که به من مخالفت کردم نگه زده بچه داری به زده بچه با هم صف کن در صداتون قطع میشه من مخالفت کردن که خانواده آقای عزیز زنده بود آن مامان خواهر خیلی مخالفت کرده برای از طرفی خوره برم آقای عزیز شما رو هولد باشین من جوابتون رو پشت خط میدم مجبور ازدواج خانواده از این کار کرده ازدواج کرده اگر ازدواج کرده آقای عشق برام ببینید من دازم من مذهبی هستم آقای از لطف میکنین از اتاق فرمانشون رو هول بذارین من پشت تلفن پشت بعد از استودیو جوابشون رو میدم به آغوش من ازدواج نرجزت کنم بیدش به خودش هم جور من عزازی نیستم با این دنیا و دنیا با اوکی عزیزم آره من شما اگر میشه راهنمایی کنی آره چی کن این هول خیلی خوب روخت آره روخت نگرشون داری که من بعد از چیز باهاشون صحبت کنم بیننده عزیز من هرچی صحبت میکنم شما صدای من رو نمیگیرین روی هولد باشین پشت خط باشین بعد از تموم شدن برنامه من پشت خط با شما صحبت میکنم و جوابتون رو میدم اوکی؟ امیدوارم که متوجه شده باشین که من چی دارم میگم خب به هر حال داشتم راجع به چی صحبت میکردم امروز خیلی اتفاقای همینطور پشت سرم افتاد چون که تلفن من چندین دفعه افتاد دستبندم افتاد رو زمین روی فیسبوک لایو بودم برای اولین بار خواستم امتحان کنم ببینم چه جوریه با شما دوستان داشتم همینجوری صحبت میکردم خلاصه چند تا چیز مختلف در یک زمان و خیلی هم خوشحالم که دارم این کارو میکنم خواستم ببینم اگر اوکی هست برای هفته دیگه بزرگتر بهتر لایفتر میریم روی صفحه های فیسبوک هم با شما عزیزان خواهم بود مسئله داشتم راجع به اینجا میگفتم که خیلی از آقایون وقتی خانواده همسرشون میاد خونشون اخم و تخم میکنن یا خودشونو میگیرن یا چشم خوره میرن ابروهاشون تو هم دیگه میره و وقتی خانواده خودشون میاد همچین نیششون باز میشه خوشحال میشن میخندن و این تفاوت ها همیشه هست بعضی خانواده ها برعکسش هم از عروس هم همین کار رو میکنه خانم خونم هم این کار رو میکنه وقتی خانواده شوهر که میان همچین خودشو میگیره حرف نمیزنه سعی میکنه بره اون طرفی دور بشه خودشو مشغول کنه توی آشپزخونه یه جورایی خوشش نمیاد راضی نیست و اگر خانواده خودش بیاد تو خونه اون موقع اونم میخنده و خوشحال میشه حالا دلیلش فکر میکنید چیه شماها چندین دلیل داره یکی این که بذاریم برای هفته بعد چون داریم به آخر برنامه میرسیم اما دلیل های مختلف داره دوست دارم راجبش صحبت بکنم به خاطر عروس و مادر شوهر داماد و مادر زن خانواده های دو طرف اختلافات دو طرف و چرا با همدیگه اینطوری رفتار میکنن و دلایلش چی هست و راه حلش چیه که بتونیم آدم وقتی که خونه فرزندش میره با خیال راحت بره و یا اونها وقتی که کسی رو دعوت میکنن اخم و تخم نکنن چون اخم و تخم بدترین چیزیه وقتی یه کسی میاد خونتون شما باید در خونتونه که باز گذاشتیم برو به کسی با احترام با مهربونی با عشق بپذیرینشون و
به اصطلاح ویلکام باید بهشون بگیم. خلاصه برنامه رو اینجا تموم میکنم، تا هفته دیگه. میدونید که راجع به عشق بود و عشقاتون رو محکم نگه دارین، بهش برسین، نذارین که خراب بشه، نذارین پژمرده بشه، نذارید سرد بشه، برای اینکه حیفه، برای اینکه یک زندگی رو ساختید با هم دیگه، چندین سال با هم زندگی کردید و این سرد شدن عشق باعث اختلافات میشه. بذارین که فرزندان شما هم از شما الگو بگیرن، درسی یاد بگیرن و عشق رو بیاموزن که عشق رو چطور به همسراشون و به بچه هاشون بدن. مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم، I love you، هر کجا که هستین، تا هفته بعد خدا نگهدار. دایره زندگی، برنامه از من دکتر سیما، دکترای روانشناسی بالینی، دکترای متافیزیک هیپنوتراپیست بالینی، هر شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه یک شنبه ها 9 شب با شما عزیزان خواهم بود. به امید دیدار شما.